که من و نگار برای به دنیا آوردن دخترمون به کانادا رفتیم قطعا برای خیلی ها مسئله شد که واکنش هم نشون دادن. خب خیلی ها حرفشون این بود که وقتی که تو داری از ایران و دوست داشتن ایران داری حرف میزنی، چرا حاضری که بچه تو در یک جای دیگه دنیا به دنیا بیاد؟ چرا حاضر نیستی بچه تو همین خاک به دنیا بیاد، با همین ظرفیت، با همین امکانات، با همین شناسنامه و پاسپورت؟ خیلی بدیهیه که این حرف قابل قبوله. خیلی بدیهیه که من حتما این نوع تحلیل و انتقاد رو میپذیرم. چرا من پذیرفتم که دخترم در خارج از ایران به دنیا بیاد، در صورتی که من میگم ایران دوست دارم و واقعا هم دارم و من از این حرف زدم که و خیلی فکر میکنم من پاسپورت جای دیگر رو دارم مثل همه تو اینجا زندگی میکنم، مالیات دارم میدم، داریم همه این کارهایی که باید یه به عنوان شهروند اینجا باشم میکنم. اون یک امکان بود، یک امکان و یک تصمیم بود و یک شرایط اجباری بود برای این قضیه. ما مجبور بودیم که این کار رو بکنیم. اینکه چراش واقعا یه چیز خانوادگیه و لزومی نمیبینم بیام جزء به جزءش رو شرح بدم. چیزی هم که تا الان اتفاق افتاده اینه که من پذیرفتم تمام این دلخوریه رو، حتی ناسزاهایی که داده شده، بداخلاقیایی که شده، همه این حرفا، بی‌اعتمادی که به من شد، اینکه رامبد دروغ میگه، رامبد میگه که اینه ولی اون کارو میکنه، رامبد درویی میکنه، توی خندوانه از ایران و عشقش به ایران حرف میزنه ولی تو زندگیش یه جور دیگه تصمیم میگیره. من همه اینا رو پذیرفتم، میگم که باشه، من همه اینا که میگینو دیگه چی بگم، دیگه همین باشه، نمیتونم من بیام هی واسم هی شرح بدم چرا این چه به این دلیل این کارو کرد، چون ما در زندگیمون، ما چون خانواده، ما چون اینا، یه چیزایی هستش که میگه که خب این ربطی نداره و واقعا زندگی خصوصی من بوده.